أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم برادران و خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اگر کسی از ما سوال بکنه میخواهید با الله ملاقات بکنید، هیچ کدامی شاید در بین ما پیدا نشه که بگه نمیخوام با الله ملاقات بکنم. همه ما یه آرزو را داریم، یه توقع را داریم که با خداوند ملاقات بکنیم. و میدانید که شرط ملاقات با الله سبحانه و تعالی سه چیز است در قرآن گفته شده. یعنی کسی که این سه تا کار را کرد میتونه با خالقش ملاقات بکنه. اولش ایمان به الله سبحانه و تعالی است. کل آیاتی که در رابطه به بحث ایمان مطرح میشه وقتی شما ببینید ایمان به الله در اینجا مطرح است. دومش انجام عمل صالح است. سومش دوری از شرک است. الله تبارک و تعالی در سوره کهف آیت 110 این سوره میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، پس کسی که امیدوار است به ملاقات رب العالمین که با خالقش در روز قیامت صحبت بکند چه کار باید بکند؟ یکی خود گفتیم ایمان است. دو، فلیعمل عملا صالح، پس باید عمل صالح انجام بده. عمل صالح چیست؟ نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، تعاون، همکاری، ذکر، تسبیح، تحلیل، لبخند، برداشتن آزار، چیزهایی که مردم را آزار اذیت میکنه از سر را، هر آنچه که اسلام برای ما گفته این کار خوب است، ولو که اگر به اندازه نصف دانه خرما هم باشه، هر عمل خوبی که اسلام گفته عمل خوب است و عمل صالح است. رسول ما صلی الله علیه و آله میگه از الله بترسید اگرچه به اندازه توان نصف دانه خرما هم دارید. چقدر مهم است. تنها نماز و روزه و حجاب عمل صالح نیست. عیادت مریض، خبرگیری از اقربا و خویشاوندان، تعاون و همکاری، راهنمایی کردن دیگران، باسوا ساختن جاهل، همه شامل انواع عمل صالح است. کار، تلاش، زحمت، درس، تحصیل، تعلیم، سیر، سیاحت، عمل صالح محسوب میشه برای انسان. فلیعمل عملا صالحا. و سوم، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، به عبادت پروردگارش هیچ کسی را شریک نسازه. منظور از شریک ساختن به عبادت الله میدونی یعنی ریا نکنه، عملش خالص به خاطر الله انجام بده، نمازش به خاطر الله، روزهش به خاطر الله، صدقهش به خاطر الله. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مرگ و زندگی و همه عبادت های ما باید به خاطر الله باشه. پس این سه تا شرط در کسی که رعایت بکنه، رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه روز قیامت با رب العالمین ملاقات میکنه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی است که به پروردگارش نگاه میکنه در روز قیامت. صحابه میگن ما میبینیم الله را یا رسول الله؟ میگه بله، سترون ربکم، زود است که شما ربتان را ببینید. کما ترون لیله کما ترون، چنانچه که میبینید در شب 14 قمر را، یعنی مهتاب را، یعنی مثل که مهتاب شب 14 بدون ازدحام، بدون مزاحمت دیده میشه، شما چنین روز قیامت خالقتان را ملاقات میکنید، به شرطی که این سه تا ویژگی داشته باشید: ایمان، عمل صالح و شرک با خالقتان نیاورید. این سه تا شرط، شرط ملاقات با رب العالمین است. موفق و کامیاب باشید.